عراق ما گروهی به اسم هشت شعبی داریم که گروه های بیشتر از تقریبا 40 گروه کوچک و بزرگ غالبا مسلح شیعه که در زمان جنگ داعش از کمک و حمایت ایران برخوردار بودن. سابقه همکاریشون با ایران برمیگرده به زمان حتی جنگ ایران و عراق و جنگ علیه صدام و زمانی که آمریکایی‌ها اینجا اومدن در 2003. در همون موقع هم باز همین گروه ها از ایران حمایت گرفتن و به نوعی وفادار و حامی ایران محسوب میشن. خب سوال اینجاست که اگر تنش بالا بگیره مواضع این گروه ها چه خواهد بود؟ گرچه همه این گروه ها قطعا اینطور نیست که همه گروه ها بخوان وارد بحث جنگ بشن یا وارد این تنش بشن، اما بخش بزرگی از اونها از همین الان اعلام آمادگی کردن و گفتن که بی‌طرف نخواهند بود و همین هم این سوال رو ایجاد میکنه که واقعا دولت عراق تا چه حد میتونه بی‌طرف بمونه، به خاطر اینکه این گروه ها با اینکه بخشی از نیروهای دولتی، نیروهای رسمی عراق محسوب میشن، اما به نوعی فرماندهی کاملا مجزایی دارن، سیستم امنیتی کاملا مجزایی دارن و کاملا هم پیشرفته هستن. از طرف دیگه آمریکایی ها اینجا پایگاه دارن، با اینکه میگن که پایگاه نداریم، بخش هایی که در کنترل دارن در پایگاه های عراقی کاملا پایگاه های مجزایی هست. اشاره آقای دونالد ترامپ به این بوده که از این پایگاه ها میخواد برای نظارت بر ایران استفاده بکنه که همین هم حساسیت های زیادی رو ایجاد کرده. و جالب اینه که من با یکی از دیپلمات های ارشد آمریکایی صحبت میکردم دو روز پیش و اون تاکید میکرد که همین گروه های هشت شعبی رو اونها به چشم بیشترشون رو به چشم تروریست میبینن، به خاطر اینکه با گروه با سپاه پاسداران در ارتباط هستن که در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته. در نتیجه به نظر نمیاد که کار دولت عراق خیلی راحت باشه برای اینکه بی‌طرف بمونه. و جالب این که اینجا که من ایستادم در بصره با هر کی که صحبت میکنیم میگن جنگ علیه اگر علیه ایران یا بین ایران و آمریکا باشه در اونجا در ایران اتفاق نخواهد افتاد، در عراق اتفاق خواهد افتاد.